خبرگزاری فرانسه. تظاهرات در پاریس، حمایت از مخالفان ایرانی در کمپ لیبرتی. پاریس، 13 آوریل 2013. تظاهر کنندگان روز شنبه در پاریس در حمایت از مخالفان ایرانی در کمپ لیبرتی در عراق و به دنبال جان باختن 8 تن در اوایل فوریه در این کمپ، در پاسخ به فراخوان شورای ملی مقاومت ایران دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان بعد از گرامی داشت شهیدان اعلام کردند که کمیساریای عالی پناهندگان باید مسئولیت تام و تمام کمپ لیبرتی را به عهده بگیرد. کمپ لیبرتی بیش از 3000 مخالف ایرانی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را در خود جای داده است. این مخالفان در سال 2012 از کمپ اشرف به دنبال توافقی میان سازمان ملل و حکومت بغداد به لیبرتی منتقل شدند. کمپ لیبرتی در 9 فوریه 21 بهمن هدف حمله به وسیله موشک قرار گرفت. اپوزیسیون ایران که رژیم تهران را برای ارتکاب این حمله متهم می کند می گوید در اثر این حمله 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار برکناری مارتین کوبلر، فرستاده ویژه سازمان ملل در عراق شدند و او را متهم می کنند که با فرستادن ساکنان به یک زندان بدون سرپناه و با دادن قولهای غلط در مورد امنیت و انتقال سریع به کشورهای ثالث به آنها دروغ گفته است. شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعی بعد از تظاهرات اعلام کرد یک مجاهد مستقر در کمپ لیبرتی به نام محمد حسین برزمهری روز شنبه به خاطر عدم دسترسی به امدادهای اولیه پزشکی درگذشت. ایوونه رئیس سابق سرویس‌های مخفی فرانسه طی سخنانی قبل از شروع راهپیمایی به دولت فرانسه توصیه کرد روابط خود را با رژیم ایران قطع کند و شورای ملی مقاومت ایران را به رسمیت بشناسد. خبرگزاری فرانسه همراه با مخابره گزارش تظاهرات پاریس عکس‌هایی از این تظاهرات و راهپیمایی را نیز روی واگرهای فرانسه، انگلیسی و عربی خود مخابره کرده است. خبرگزاری اسپانیا: اپوزیسیون ایران در پاریس خواستار تأمین حفاظت اعضایش در عراق است. تظاهرکنندگان در پاریس که در حمایت از ساکنان اشرف و لیبرتی به تظاهرات پرداختند، خواستار سرنگونی رژیم ایران شدند. شورای ملی مقاومت ایران سرنگونی این رژیم را کلید صلح و امنیت در منطقه و جهان ارزیابی می کند. در کمپ لیبرتی که بیش از 3000 تن از اعضای مجاهدین خلق مستقر هستند، به خاطر حمله موشکی 8 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. در این تظاهرات شماری از شخصیت‌ها از جمله سید احمد غزالی، نخست وزیر پیشین الجزایر، ایو بونه، رئیس سابق سازمان اطلاعات فرانسه و دکتر صالح رجوی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در پاریس، به سخنرانی پرداختند. خبرگزاری اروپا نیز با انتشار تصاویری از تظاهرات پاریس نوشت حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران در تظاهراتی در میدان باستیل پاریس روز 13 آوریل شرکت می کنند. آنها در پاریس راهپیمایی کرده و از کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد خواستند مسئولیت حفاظت 3100 پناهنده عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را در کمپ لیبرتی بر عهده بگیرد.